فیلم شرف به کارگردانی عزیزالله بهادری محصول سال 1354. توی فیلم سلمان که مباشر شهبازیانه ثروت اربابش رو تصاحب میکنه و بعد از مرگ شهبازیان پسرش امیر رو به انجمن خیریه میسپاره. کارخونه داری به اسم بهادر امیر رو به خونش میبره و سرپرستی اونو بر عهده میگیره. بهادر دختری به نام زری داشته که سالها پیش گم شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تعریف کنم یه نفر زری خانم ده خاطر خواهی کردیم که گلوهای ریش پش دار شد میخواست زنش بشه باشو توی یه کش کرده بود که الا و للا من میخوام زن این بابا بشه آقایی که شما باشین شرفی دومات نمیدونم تو مشروع احمد خانم چی ریخته بود نمیدونم عرق و جلو قاطی کرده بود نمیدونم گرد بود سوخته بود دوای بیهوشی بود خلاصه نمیدونم چه زهرمانی ریخته بود هرچی بود که بلا فاصله بعد از خوردن زر عروس خانم گیج رفت و یهو کله پا شد و بیهوش و بیگوش افتاد رو رختم و آقای دوماد هرچی طلا و علنگو و گرد بود برداشت و زد به چاک جده رفت که رفت الان 5 ساله که داره میره و عروس خانمو تو خماری و بیشوهری گذاشتی تا اینکه همین چند وقتا حکم غیابی طلاقش رو دادگاه صادر کرد فیلم سینمایی امشب اشکی میریزد که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که بهمن برای تأمین هزینه های دختر محبوبش رؤیا که معتاد گاف صندوقی رو سرقت میکنه و به زندان میفته رؤیا در این حین در تصادفی کشته میشه بهمن با دختر پرستاری ازدواج میکنه و نام دخترش رو رؤیا میذاره بخشایی از فیلم امشب اشکی میریزد رو با هم تماشا میکنیم فیلم ترکمن به کارگردانی امیر شروان محصول سال 1353 در منطقه ترکمن صحرا آرتوق چند بار مادرش رو برای خواستگاری دختر قلیچخان میفرسته اما پدر دختر رضایت نمیده آرتوق دختر رو از کنار رودخونه میدزده و به زیارتگاهی پناه میبره بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنه الو الو عباد منه بفرمایی دختر دست منه تو کی هستی؟ فرید آی ناکس بیشرم چطور این کاری کردی؟ جمعه ساعت 10 لوح میاری میذاری وسط قلعه خرابه همون پاتوق همیشگیمون اگه بخوای بازم زرنگی کنی دخترتو دیگه هیچ وقت نمیبینی باشه
باشه، ولی مطمئن باشه که دست به دخترم بزنی گردن تو خورد بکنم. بله، کجاست؟ همون قلعه خرابه که کنار تپه بود، همونجا که میخواستی من دستت فرار کنم، یادته؟ خب تو برو بیرون یه جایی میگی بخواب. من با تو میخوابم. با من میخوابی؟ برو مرد حسابی خجالت بکش، بیا بیرون. من حالا کار دارم، تو برو، من بعدم میام. ناموسی منگوف سک پدر، این باید سالم به دست پدرش برسه. من لوح سالم میخم. یلا بیا برو بابا پیکارت. امو رفیقه وردیم قاطق نونمون بشه قاتل جونمون شده. بیا بیرون. کجا میگی قاطر؟ بیا بیرون. بیا برو بیرون. بیرون بابا دست بردار تو. اما برو بگیر بخواب. من میرم تو اتاقم میخوابم، تو هم برو یه چی دیگه بگی بخواب. همینجا میگیرم. خب بگیر بخواب. برو بگیر بخواب. قاطر هم خودت بخواب دیگه. این قفله. برو بخواب. برو. فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده، راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه‌ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. جان من حتما بر میگردم پیش تو، بهت قول دادم، قول من، قول مرد، قول نامرد نی. خونه‌ای که گفتی برات میخرم. تفلک داره هزیون میگه. خونه‌ای که چیزی نی، چقدرم که بشه کار میکنم، عرق میریزم، خونه رو برات میخرم. فیروز جان من بهت قول دادم بر میگردم پیش تو، خونه رو برات میخرم. من تو قیافش خیلی درد و رنج میبینم، مثل اینکه تبش خیلی زیاده بابا. ببخشید خانم، کی به هوش میام؟ این بیهوشی خطرناک نیست آقا، کمی تب داری، با یه آمپول حالش بهتر میشه. بفرمایید. دکتر سلام، حال شما خوبه؟ سلام آقا، متشکرم. آقای دکتر حال فیروزه چطوره؟ بهتر شد؟ متاسفانه حالش بدتر شده، برای اینکه وضع بدی پیش نیاد منتقلش کردم به یه محل دیگه. کجا فرستادیش دکتر؟ مرضش چیه؟ من بخوام هر چه زودتر اونو ببینم. والا من فعلا نمیتونم بگم مرضش چیه، شما فردا تشریف بیارید اینجا تا به اتفاق بریم ملاقاتش. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی، محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانوادش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبور تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. باشتا صبح دولتت بدم ات.